درود بر شما یاران و همراهان ایران فردا. هفته گذشته جزو پیام‌هایی که می‌شنیدم بسیاری از شما پیام‌های خصوصی فرستاده بودید. این نکته رو من اینجا بهتون بگم، من حرفی ندارم، به هموطنانی که علاقه‌مندن با من صحبت کنن، پیشنهادی دارن، گفتگو کنن. ولی در بسیاری از موارد من متوجه شدم هموطنانی هستن نیازمند و از من میخوان که وسیله‌ای برای کمک به اونها فراهم کنم. باور کنید این امکان برای من وجود نداره و همینطور برای تلویزیون. ما نمیتونیم کمک مالی به کسی بکنیم. بسیار برای ما مشکل، ما بودجه محدودی داریم و در این بودجه‌مون داریم فعالیت میکنیم، تلاش میکنیم کاری کنیم که وسیله رضایت و توجه شما جلب بشه و در این حال در خدمت شما باشیم، در خدمت خانه پدری باشیم، سرزمینمون. به این ترتیب من خواهش میکنم اونهایی که نیاز مالی دارن، مشکلاتی از این قبیل دارن، حالا من نمیدونم به کجا مراجعه کنن، ولی ایران فردا جای مناسبی برای تقاضای کمک مالی کردن نیست. این یه مورد. مورد دیگری که قبل از شنیدن پیام‌های شما علاقمندم بهش پاسخ بدم این است. یک شبکه تلویزیونی طبیعتاً مرکب از انواع و اقسام برنامه‌ها. من تلاشم این بوده که به همراه همکارانم یک هماهنگی و موازنه‌ای باشه. به این معنا برنامه‌های سیاسی ما تقریباً 3 ساعت و اندی برنامه سیاسی داریم. میزان برنامه‌های فرهنگی، هنری، سینمایی، مسائلی در زمینه‌های کتاب، انتشارات، غیره، اونها هم بخش بزرگی از برنامه رو تشکیل میده. گاهی اوقات برنامه سیاسی کفش بالا میره، گاهی اوقات برنامه‌های غیر سیاسی. البته وقتی میگیم غیر سیاسی، ما همه چیزمون سیاسی شده. وقتی که ورزشمون رو نگاه میکنیم، دختران ما، بازیگران فوتسال میرن و برنده میشن و مفتخارانه کاپ رو به دست میگیرن، بعد اون مراسم پایانی رو مشاهده میکنید و دلتون میسوزه چی کار دارن با دخترای ما میکنن با لباس بسته. ببینید اینا چه تلاشی کردن و اگر لباسشون آزاد بود چه کار میتونستن بکنن. خب آیا این سیاسی نیست وقتی گزارش رو داریم میکنیم؟ یا در مسائل فرهنگی استاد شجریان ممنوع الکنسرت میشه، خب سیاسی میشه. همه کارا در مملکت ولایت فقیه همه چی سیاسی است. اما اونایی که به من اصرار میکنن برنامه‌های سیاسی رو بیشتر بکنید، آیا انسان در طول روز بیشتر از 4-5 ساعت توان شنیدن برنامه‌های سیاسی رو داره؟ به هر حال شما قاعدتاً به کانال‌های دیگه مراجعه میکنید و این میشه که آدم وقت اشباع میشه، دیگه حوصله نداره همون 3-4 ساعت هم بشنم. اجازه بدید فعلا این موازنه که برقرار کردیم ادامه پیدا کنه، ولی یه سری برنامه جدید در راهه که خب احتمالا کفه برنامه سیاسی رو بالاتر خواهد برد. به هر حال ازتون سپاسگزارم. همه تلاش من و همکارانم اینه که شما وقتی میخواید تلویزیون نگاه کنید، ریموت کنترل رو که میزنید ایران فردا رو بگیرید. خب حالا اجازه بدید بریم و پیام‌های شما رو بشنویم. خدمت آقای دکتر نوری‌زاده و همه همکاران و دست‌اندرکارانشون توی تلویزیون ایران فردا، می‌خواستم تشکر کنم از ایشون برای اون مصاحبه‌ای که با آقای کاوه افراسیابی توی برنامه افق وی او ای داشتن و آقای دکتر نوری‌زاده خیلی خوب به نظر من تونستن جواب بدن و آقای افراسیابی رو حس کردم مقداری تونستن روشنشون کنن. امیدوارم که تاثیرگذار باشه و این صحبت ها بتونه جلوگیری کنه از تنش توی منطقه بین ایران و عربستان و حتی کشورهای دیگه. با آرزوی
سلامتی براتون آقای دکتر نوری‌زاده و موفقیتتون. خیلی خوشحال شدم، مرسی و خدافظ. ممنونم هموطن عزیزم. البته اون برنامه افق مال صدای آمریکا بود، ولی احتمالا شما چون وسیله‌ای نداشتید غیر از این تلفن که پیامتون رو به من بدید از اون استفاده کرد. من اصولا به بحث و گفتگو اعتقاد دارم، از کتککاری و جدال به جایی نمیرسیم، کما که نرسیدیم. 37 سال مرگ بر امریکا کشیدن، آیا ذره‌ای در نگاه مردم ما به امریکا تغییری داد؟ نه. مردم ما به ملت امریکا احترام میگذارن، از حکومتش ممکنه گلایه داشته باشن، ولی به یک ملت احترام میذارن، یه ملت بزرگی که به این درجه از پیشرفت علمی رسیده، ملتی که از مهاجران تشکیل شده. خب به جای این کار اگر آقای خامنه‌ای که میگه گفتگو ممنوع، میشستن گفتگو میکردن، مشکلاتشون حل میشد. گلایه های ایران داره، گلایه های آمریکا داره، در یه نقطه به توافق میرسیدن. آقای کاوه افراسیابی و کسانی مثل ایشون یه نگاهی دارن متفاوت از من. اونا جمهوری ولایت فقیه رو باور دارن. آقای افراسیابی در جوانیشون یک ایرانی چپ بودن به معنای واقعی کلمه. ایشون طرفدار چریکای فدایی خلق بود، با اونها با اون اندیشه نرد عشق میباخت، بعد عاشق جمهوری اسلامی شد. این تفاوت‌های اندیشه در هر کسی رخ میده. آقای نورالدین کیانوری یک عمر زیر علم استالین سینه زد، در زندان کاری کردن که اومد زیر علم آقای خمینی سینه زد، و اینا پیش میاد، اینا در زندگی سیاسی اتفاق میفته. ولی بهترین راه گفتگوه، محاوره، دایلوگ. هموطن بعدی سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید. من هفته قبل رابطه با تیم ملی فوتسال دختران کشورم تماس گرفته بودم و درخواستی به جناب آقای نوری‌زاده و ایشون همونطوری که ازش مشاوره داشتیم با اون شهامت و اون شرافتشون به حس تعهدشون اونم تقدیر و تشکر کردم از این دخترها. من همینطور فکر میکردم و از شخصیت ایشون چیز دیگه ایش واقعا داشتم، چرا که دیده بودم. حالا که من یه انتقادی کردم داشتم که این که تشکر و قدردانی میکنم از ایشون، دوست داشتم که بگم ما این انتقاد رو کردیم اینطور نیست که کارهای خوبشون رو ندیده باشیم. من میبینم که شما هنوز که هنوز از بزرگان کشتی ما مهدی‌زاده، موحد، تختی، بزرگای فوتبال ما از کوزه کمانی گرفته تا امروز یاد میکنید و حتی امروز اگر ورزشکاران ما در سطح جهانی آسیایی به موفقیتی دست پیدا میکنن، هم از کشتی، وزن برداری، والیبال یا بسکتبال، میدونم که شما با چه وزنی میایید، با چه ذوقی میایید اون خبر رو اعلام میکنید. من هم امروز اون هفته قبل دوست داشتم این ذوق در اون دخترها ببینم که متاسفانه یه سوء تفاهمی شده بود، در حال یه کوتاهی فردی صورت گرفته بود، ولی از اینکه جبران کردیم و مثل همه تبریک گفتیم این موفقیت رو، از شما تشکر میکنم و همین که گفتم سپاسگزارم دوست من. فقط خواهش میکنم وقتی تلفن میزنید این گوشی خیلی نزدیک دهانتون نباشه، چون صدا این مقدار نادرست به گوش من میرسید. خیلی سپاسگزارم ازتون. من وظیفه دارم، من در یه جا خطا کردم، باید خطا رو جبران بکنم و دست این قهرمانان رو همه ببوسم به خاطر یه کار بسیار بزرگی کرده. راجب گذشته ها که میگویی عزیزم، اونا رو همه رو میشناسم، باهاشون زندگی کردم، بزرگ شدم، و اینه که اگر یادی ازشون میکنم میشناسم. این قهرمان جدیدمون رو بعضا میشناسم، بعضا اونطور نمیشناسم. من تا یاد وزن برداری میافتم، خب برومند یادم میاد، هنریک تمرز یادم میاد، صفا سنبولی نامجو، اینو یادم میاد، میبینمشون، دیدم هستن. یا کشتی رو که به یادم میارم، همونطور که گفتی، صنعت، مهدی‌زاده، سیف‌پور، سید عباسی، اینا یادم میاد، خدابنده، قربانی، پذیرایی، میر مالک تو کشتی فرنگی، نمی یادم. ممنونم از کوزه‌کنانی
جدی کار، عارف قلی زاده، اینا عزیزان ما بودن، بچه های تاج بودن، بچه های شاهین و پرسپولیس هم روی چشمم. بله قریش خانی هیچ وقت یادم نمیره. اون بازی هایی که اون بازی با اسرائیل عجب بازی بود. هموطن بعدی، میخواستم یه پیغام برای جناب نوری‌زاده بذارم. اولا من یکی از تماشاگران بسیار فراخوش برنامه پنجره رودخانه پدری هستم و لذت میبرم از برنامه این جناب. فقط یک مسئله میخواستم به عرضشون برسونم، این که این جناب آقای ماشالله خان عباس‌زاده اگه اشتباه نکنم یا دستور زبان فارسی رو بلد نیستن، زمینه که به ایشون هم علاقه دارم گوش میدم اخبار رو، یا به هر حال ایشون واقعا دستور زبان فارسی رو بلد نیستن یا دارن به هم میخوان دستور زبان فارسی رو عوض کنن. آخه این درست نیست از صحبتی که ایشون گرامر فارسی رو که به کار میبرن. این رو لطفا اگر کسی بهش توجه نداره توجه بفرمایید، یادآوری بفرمایید. اینجوری که ایشون گرامر فارسی رو عوض میکنن کار صحیح نیست. خیلی متشکرم، امیدوارم تصحیح بشه. خداحافظ. سپاسگزارم دوست من. زمانی که مرحوم آل احمد شروع کرد تلگرافی نوشتن و مثلا در مدیر مدرسه یا بعد تو مقالاتش جملات رو کوتاه کرد، فشرده کرد تلگرافی، خیلی دوست نداشتن. خیلی زبان فاخر جمالزاده رو دوست داشتن، جملات منظم مرتب کنار هم چیده شد. یا نوع حرف زدن، خیلی تقی روحانی رو میپسندیدن، با اون صدای پرتنین ثابت ایمانی رو میپسندیدن، نادری رو میپسندیدن، حسین، صداهای پرتنین، قدسی پرنیان، صدایی که تو رادیو اون وقت بود، فیروزی امیر موعظ، صدای جاودانه که همیشه میمونه، پروین صادقی چه صدایی بود، خانم نصری. ولی یه عده‌ای هم دوست داشتن صداهایی رو که عادی‌تر با مردم حرف می‌زدن. آقای ماشالله عباس‌زاده یه سبکی داره. من با خیلی ممکنه با نوع بعضی از جمله بندی‌ها موافق نباشم، ولی اون سبک و روش خودشه. این سبک و روش به نام خودش شناخته شده. تصور نمی‌کنم اگر شما ماضی نقلی رو استفاده کردید ازش و بعد فعل حاضر رو گذاشتید زیاد ایرادی داشته باشه، یا اگر مثل ایشون از زمان مستقبل استفاده کردید برای اینکه چشمانداز مسئله رو در فردا تصویر کنید و برش میگردونید باز به امروز، باز این زیبایی های بازی های با کلامه. من میدونم آقای عباس‌زاده برنامه رو میبینه و اگر احساس بکنه که شاید گفته‌هاش همه بینندگان رو راضی نمی‌کنه، شاید یه تعدیلی بکنه یه جور دیگه، ولی من به نظرم خطا نمی‌کنه اون مدل یا استایل و فرم سخن گفتنش. بذارید آدم آزمایش کنه دیگه، بیازمایه. هر چی آدم جدید آزمایش بکنه گستره کارهاش و تلاشهاش و سخنانش وسیع تر میشه. هموطن بعدی. با عرض سلام خدمت شما، امیدوارم که برنامه ها همینجوری که خوبن به همین صورت پیش برن. من یه خواهشی دارم از همتون که همینجوری که باعث بدید و پشتوانه ما جوان هستید باز هم وایسید و ما را حمایت کنید. من یه بچه روستایی هم از توابع استان اصفهان هستم. 6 ماهه که عروسی کردم، الان بیکارم، پول ندارم، پول نون شبم ندارم، خجالت خانومم باید بکشم، نمیدونم طلبکاری، یعنی خودتون بهتر میدونید. من یه شماره تلفن میذارم چون خیلی حرف دارم. من یه بچه روستایی هم از به افعال بچه خیلی زرد کشیدم.
خواستم که مستقیما با آقای نوری‌زاده صحبت کنم، درد دلم بگم، چون کسی رو ندارم، خودم و خودم هم متاسفانه. خیلی باشه فرزندم، بهت حتما تلفن خواهم زد، حتما به شما زنگ میزنم. من باز اون حرف اولم رو تکرار میکنم، جاهایی که احساس بکنم امکانی وجود داره شماره شما رو به افراد نیکوکاری در داخل ایران هستن که بعضا با من تماس میگیرن علاقمندن کمک بکنن، میذارم اونا میرن و تحقیق میکنن و اگر کسی استحقاق کمک داشته باشه، مواردی بوده که این کارو کردن، ولی متاسفانه یکی دو تن اونا به رحمت خدا رفتن. این سختی هم هموطن بعدی من خواستم که سلام عرض کنم خدمت آقای نوری‌زاده. و من واقعا یکی از عاشقان برنامه ایشونم، ولی متاسفانه باز خطشون نمیدونم چه ساعتیه. لطفا اینو یه چند دفعه تکرار کنین که من بدونم چه ساعتی پخش میشه. ای وقت خونه نیستم، خیلی ممنون میشم. الهی که زنده باشی و همطور مردم ایران رو هدایت کنی. سپاسگزارم خواهر عزیزم. ببینید برنامه های ما به وقت لندن ساعت 3:30 آغاز میشه. اولین برنامه مال منه. به وقت تهران میشه ساعت 7. یک ساعت که تغییر کرده بود میشه 6. ولی دوباره اتاق پخش به من بگه از کی ما برمیگردیم دوباره سر همون ساعت میشیم. بله از فکر میکنم همین هفته، تو همین بله تو 12 یا 14 اکتبر ما ساعتمون با ایران با 3:30 اختلاف میشه. در نتیجه 7 شب به وقت تهران برنامه من پخش میشه. حالا شما با خودتون یه حساب سرانگشتی بکنید، 8 ساعت برنامه ما هست. پس 7 شب که برنامه ما به وقت تهران شروع میشه، 3:30 شب دوباره برنامه من تکرار میشه، یعنی دوباره لوپ جدید برنامه ها و برنامه من تکرار میشه. از 3 بعد از شب 8 ساعت باز برید جلو، 11 صبح ایران دوباره برنامه های من تکرار میشه. پس میشه 7 شب، 3 صبح، 11 صبح. این 3 نوبتی است که برنامه های من پخش میشه. سپاسگزارم خواهر گرامی. هموطن بعدی. آقای نوری‌زاده قربونت برم سلام. من اون برنامه شما رو گوش میکنم در مورد آقای رئیس جمهور که دست اوباما رو گرفته باش دست داده بود، شما اینا همه سر صدا کردن. چرا آقای احمدی نژاد که خانم شاورز رو بغل کرده بود و ماچ رو کرد و سرش رو شونش گذاشته بود این حرفا هیچ خبری نشد؟ اینو خواهش میکنم به من بگیم. خداحافظ. چون قربونت برم آقای چاوز جز کسایی بود که نزد مقام معظم رهبری زیر لبی اقرار به اسلام کرده بود، گفتن ختنش هم در ایران انجام شده، سید هم بوده به قول همکار من رامین. ولی برای احمدی نژاد همه چیز موجه بود. بگذارید یه چیز رو براتون بگم. من سازمان ملل بودم، آقای خاتمی اومده بود، حالا غیر از اون که آقای خرازی در گوشش گفت حضرت آقا گفتن مبادا با کلینتون دست بدید و بنشینید، رسم سازمان ملل تمام رؤسا پادشاهان رؤسای ایالت‌های نمایندگی که میان با دبیر کل سازمان ملل یه عکس میندازن. آقای خاتمی رو نذاشتن عکس رو هم بگیره. فردا صبح نیویورک تایمز و روزنامه‌های بزرگ امریکا صفحه اول این تصویر رهبران جهان رو گذاشته بودن. رئیس جمهوری آمریکا هم بود، آقای کلینتون اون وقت، و نوشته بودن Where is President خاتمی؟ همه سوال کردن خاتمی کجا؟ احمدی اون وقت بانکیمون صف اول رو گذاشته بود برای خاتمی که خاتمی در صف اول بیسته در کنار ملک عبدالله پادشاه اردن عبدالله دوم و امیر عبدالله که اون وقت ولیعهد بود هنوز و پادشاه نشده بود،
و همینطور این طرف هم پرزیدنت کلینتون، بعد رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا، یعنی یک جمعی از بزرگان جهان و خاتمی هم در میانش نذاشتن. احمدی نژاد میرفت تای صف اونجا وامیستاد و قدش هم که کوتاه بود اون زیر له میشد، ولی اجازه داشت عکس بگیره، ملق بزنه، اون حرفا رو بزنه، تو مصاحبهاش اون اطفارا رو دراره. او آزاد بود چون ایشون ذوب شده در ولایت بود و دیدیم ذوب شدگی رو بعد از عزل محسنی اژه‌ای چجوری نشون داد. بی حرمتی که او به ولی فقیه کرد هیچ کدوم از رؤسای جمهوری نکرد. بله برای او همه چیز مجاز بود، از جمله دزدیدن میلیاردها میلیارد ثروت ملت ایران. هموطن بعدی، درود بر شما و تمام کارکنان محترم ایران فردا. بینندهی قبلا پیشنهاد کرده بود به آقای دکتر نوری‌زاده که این پشت سرشون این ویوهایی که میذارن اسمشو بنویسن که مردم ببینن این جای زیبا کجا هست. نه قبلی رو عرض کنم که گذاشتن و امروز هم که عوض کردن که متاسفانه بازم نبود. بنابراین باز خواهش میکنم من از طرف خودم و اون آقا و بقیه اگر این کار بکنم بسیار بسیار داد کردم اما خوشحال میشه و حسد از همه زحماتتون متشکریم با آرزوی موفقیت. دوست عزیزم، پیرو توصیه های انسان های مثل شما بود که من بزرگ دادم اونجا، گوشتن کلات نادری تصویر بود، اسمشم بود، من از تهیه کننده برنامه خواهش کردم هر بار، ولی دائم این تصویر رو اون بالا با نامش گذاشتن، اون نامو گذاشتن زیاد قشنگ نیست. اول برنامه میذاریم، وسطای برنامه و آخر برنامه که کسایی که به ما پیوستن ببینن این تصویر چیست. ممنونم ازتون. بعضی از تصاویرم واقعا میشه توش کار کرد، یعنی شکل تصویر طوریست که میشه اون نام رو نوشت. در حال ممنونم، بنده همیشه امتثال عوامل رو میکنم. هموطن بعدی، راستی یادم را اینو بگم بهتون، شما واسه من عبدالعلی معاوض رو گذاشتیم ولی پیروز رو نذاشتیم. همش منتظر بودم که یه شب یه روز پیروزم رو هم بذاریم. یک دنیا ازتون ممنونم. خدا نگهدارید. بازم خدا نگهدارید. من پیروز خودم داشتم، برنامه رو میدیدم، فیروز رو هم دیدم. چشم، بازم فیروز رو هم خواهیم گذاشت با ترجمه فارسیش. هموطن بعدی، درود به شما آقای نوری‌زاده، دستتون درد نکنه، واقعا زحمت میکشید. به دو تا مورد سریعا اشاره میکنم. اولا خواهش میکنم نفرمایید حیوانات داعش، یعنی که واقعا کدوم حیوان رو میتونیم ببینیم که این کارا رو بکنه که اینا میکنن؟ آیا موجوداتی بی آزارتر از حیوانات سراغ دارید؟ خواهش میکنم تکرار نفرمایید. این کثافت‌ها رو با حیوانات مقایسه نکنید. از این اخبار اومده بود که پناهندگان سوری و افغانی در اردوگاه آلمان درگیر شدند. یکی از آقایان پناهنده میگفت که پناهندگان ملیت‌های مختلف رو باید از هم جدا نگه دارن. من نمی‌دونم آقایون چطوری میتونن بعداً تو جامعه آلمان ادغام بشن. اینه که با هم نمیتونن با یه ملیت و یه فرهنگ تقریبا مساوی توافق داشته باشن، چطور میتونن تو جامعه اروپا زندگی بکنن بعداً؟ واقعا متاسفم به حال اروپایی ها و دلم میسوزه برای فرزندانم از ما که گذشته. در اینجا من با شما هم دوره بودم موقع سربازی، زمانی که آقای تیمسار امین افشار و سرهنگ اقصا پادگان فرآباد بودن. خیلی متشکر دوستتون، قربون شما، خدافظ شما. سپاسگزارم دوست من. عجب دوران سربازی، ما دوستای خیلی خوبی داشتیم در اون دوران و بعضن همچنان جزو کسانی هستند که بسیار با آنها دل بستم. تراب یا آرمان مصطفی مدیر ایران فردا، آقای خونساری و دوستان دیگری که ادامه دارند و هستند. چه روزای خوبی بود. اما راست میگویید، من معذرت میخوام از همه حیوانات عزیز. من واقعا پوزش میخوام. البغدادی و داعش رو نباید به حیوانات تشبیه کرد، ولی من منظورم که این تشبیه رو میکردم اون دایناسورها و موجودات ما قبل تاریخ آدم خوره،
بلا واقعا از حیوانات عزیز پوزش میخوام. هیچ وقت اونا سر انسان دیگر رو نمیبرن اینجوری و زنده زنده تو آتیش نمیندازن و دخترها رو به عنوان برده نمیفروشن و بهشون تجاوز نمیکنن. این گزارش رو میخوندم از دختران ایزدی که چه کردن. در عرض دو هفته این دختر رو 10 دست فروخته بودن و جالب بود یکی از اینا که مغربی بود، پولی رو که فروش این دختر گرفته بود برای خرج پدر و مادرش فرستاده بود مغرب. ببینید چه نون حلالی اونا میخورن. این وحشی ها رو باید به چی تشبیه کرد؟ واقعا باید به وحشی، وحشی مطلق، ابوبکر بغدادی، اسامه بن لادن، صادق خلخالی، اینا همه توی ردیفن. هموطن بعدی. سلام عرض کردم، من از ایران زنگ میزنم. این تلویزیون شما روزا اصلا اینجا اینقدر پارازیت میزنن که نمیشه دید. بعد از ساعت 12 تازه ما میتونیم برنامه های شما رو ببینیم. یه فکری برای ما بکنین. سلام برسونین، خدا نگهدار شما. ممنونم عزیزم. چه کنم، فکر چی بکنم؟ پارازیت دست جمهوری ولایت فقیه. مقام معظم رهبری رو بگید پارازیت نفرسته که مردم هم آسیب نبینن، مریض نشن. ولی خیلی جالبه من براتون بگم، اینا از به خودشون هم رحم نمی کنن. خیلی هاشون شماره شهر میشینن پارازیت میدن، ولی بعضی از شهرستان ها خیلی خوب میبینن. درود بر جهرومی ها، درود بر تالشی ها، اینا خوب میبینن و همیشه به من خبر میدن. به کاشی ها، یزدی ها، اصفهانی ها، در مشهد هم خوب ما رو میبینن، در تبریز هم خوب ما رو میبینن، در کردستان خیلی خوب میبینن، در خوزستان میبینن. به هر حال همه جای ایران سرای من است. هموطن بعدی. عرض ادب و احترام آقای نوری‌زاده عزیز، همه همکاران، عرض ادب، خسته نباشید. ممنون میشم اگر درباره آقای خامنه‌ای که در دوران جوانی در KGB دوره دیده و الان ضدیت با آمریکا رو داره، چطور آمریکا وارد ایران نشود اما روس چهارچنگولی همه چیز رو در ایران فرو کنند و کشور ما رو به این فضاحت برسند. ممنون میشم اگر درباره این یک برنامه بذارید. دوست من، مواضع من نسبت به آقای خامنه‌ای آشکاره، روشنه، ولی واقعیت رو باید گفت. یادم سازمان مجاهدین خلق وقتی قطعای زنجیره‌ای بود و من افشاگری کردم، اومدم گفتم چه کسانی در این قطعها مقصر بودن، چی بود داستان، آقای میبودی از من سوال کرد، همکار عزیزم، گفت آقای خامنه‌ای اطلاع داشت؟ گفتم نه، و واقعا آقای خامنه‌ای اطلاع نداشت. اینو مجاهدین ورشتم پیراهن عثمان کردم. بله آقا، دوی نوریزایی داره خامنه‌ای رو تبرئه میکنه. خب از این نوع نگاه ها وجود داره. من اعتقاد دارم به عنوان یه روزنامه نگار، یه برنامه ساز، بیش از هر چیز باید با حقیقت ارتباط داشته باشم و حقانیت و حقیقت رو بیان کنم. و گفتم تو ایران فردا دو موضوع وجود داره. یکی، تهمت نادرست نمیزنی و از خطاب یا گفتمان و گفتار که استاندارد یا اون در سطح ادب ایرانی نیست استفاده نمی‌کنه. آقای خامنه‌ای در KGB دوره ندیده. آقای خامنه‌ای تمایل به روس داره، از امریکا میترسه، اون سیاست نزدیکی با روس رو پیگیری میکنه. ولی آقای خامنه‌ای با روس‌ها KGB نبوده. آقای خوینی ها رو بگید چرا؟ ایشون از جوانی ارتباط با روسا داشت. کتاب فروشی که تو بغداد داشت مرکز توده‌ای ها و عوامل KGB بود. ولی آقای خامنه‌ای نه. ولی آقای خامنه‌ای تمایل داشت، متمایل به چپ بوده. نگاهش نگاه چپ بوده. این تفاوت هست. هموطن بعدی. با سلام. من یکی دوباره پیغام گذاشتم، پخش نشده، نمیدونم از مشکل صدای من بوده یا مشکل صحبت ها. خواهش میکنم اگه میشه اون پیامای منو پخش کنید. خیلی ممنون، متشکرم.
من نمیدونم پیام شما کدوم بود بانوی عزیز. پیام ها همجوری پخش میشه، من که انتخاب نمی کنم، براتون گفتم من اصلا پیام ها رو قبلا گوش نمی کنم. همکار من آرش پیام ها رو میفرسته، تهیه کننده من پیام ها رو میگیره و روزی که من باید برنامه رو اجرا کنم صدا میزنن آقا بیا آماده است، میشینم و دونه دونه اینا رو پخش میکنن، من میشنوم. واقعا اگر پیام شما پخش نشده، پیام ها تعداد زیاد بوده به شما نرسیده، ولی الان که زنگ زدین صداتون پخش شد، کاش میگفتید که پیامتون چه بود. به هر حال یه پیام دیگه بفرستید. من از حالا به آرش میگم این پیامی که پخش شد بگرده، اگه اونجا پیام دیگری ازش هست برای ما بفرسته. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. سلام جناب آقای نوری‌زاده، فراموش هستم از آلمان تماس میگیرم باهاتون. بسیار بسیار ممنون و متشکر از برنامه های بسیار بسیار آبرومندی که از تلویزیون ایران فردا پخش میشه. از شما تشکر میکنم و تمام دست‌اندرکاران تلویزیون ایران فردا، چون خود شما شاعر و نویسنده‌ای هستید که علاقه به صدای به ادبیات فارسی دارید. عرض کنم خدمتتون با مراجعه به فرهنگ فارسی دکتر معین، نقط ثبات با سیف نقطه و فتح سیف نقطه و ثبات با سیف نقطه و ضم سیف نقطه معنی شده. ثبات به معنی دردی انسان رو از حرکت باز می‌داره و ثبات به معنی پایداری است. با تشکر و امتنان و موفقیت هرچی بیشتر تلویزیون ایران فردا دوربین. سپاسگزارم دوست من. استاد معین طبیعتاً کار عظیمی کرد، کار بزرگی کرد که چنین فرهنگی رو از خود به جا گذاشت. و اگر اون نازنین در سنین زیادم بالا نبود، دچار اون بیماری نمی‌شد و به کما نمی‌رفت، شاید ما از برکت وجودش چندین کتاب دیگر هم داشتیم. طبیعتاً ده خدا رو داریم. و این نوع تلفظ کردن لغات یا تلفظ کردن اعراب لغات اختلاف نظر وجود داره، چون ببینید واژگانی هستن از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن، مثل همین سبت که مصدر سبت هست، ثابت. و در زبان عربی میدونید که وقتی که فعلی رو صرف میکنن 11 وجه داره. اگر یادتون باشه تو مدرسه که میگفتن ذهب ذهبا میخوندن، فعل ماضی بود، ذهب یذهب اذهب صاحب لا یذهب لم یذهب لا یذهب هل یذهب، این وجه های مختلفش رو میخوندن. ثبت و ثابت و الثابت ثبات رو اینا به هر حال از زبان عربی لغت وارد شد، ولی در زبان فارسی گاه معنا و مفهوم تغییر میکنه، همونطور که شما خودتون اشاره کردید، ثبات و ثبات. و بستگی به این داره که استفاده کننده از این واژه که معمولا باید فرد متخصص باشه چه نوع نگاهی به زبان داره یا چه واژه را از کجا مرجعش بوده که به اون صورت تلفظ بکنه. ولی به هر حال خیلی ایراد رو اینا نگیره. آنچه در زبان میچرخد اون مهمه، اون درسته. آنچه در زبان محاوره بین ما جاری است گاه از صدها سال، زبان در طول سالها خود رو میتنه، پروار میکنه، میگیره، میده و همینجور در حال حرکت. سپاسگزارم دوست عزیزم. هموطن بعدی. عرض سلام و عرض ادب و خسته نباشی به تمامی کارکنان تلویزیون ایران فردا و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما ها زحمت کشان تلویزیون ایران فردا آرزومندم. این جانب ابراهیم رضایی ساکن شهرستان قروی کردستان، 55 سال سن دارم و 15 سال سابقه کار رانندگی ماشین سنگی. 4 ماه دیگه سکمر گرفتم و بلج افتاده با خانواده 4 نفره، خودم و زنم و 2 تا دختر، و ما 1,500,000 تومان خرج خونه و 500,000 تومان کرایه خونه میدم. 4 ماه پول بیمه را ندادم و حالا
دیگر درآمدی ندارم و از شماها بزرگواران درخواست کمک دارم از طریق خیرینی از خارج میشه یا از ایران. فکری به حال این جانب بکنید. بله دوست من، باز با یه مشکل اینجوری برخورد میکنیم. امیدوارم هموطنان ما که میشنوند و امکان کمک دارن با من تماس بگیرن که به این هموطنان، به این هموطن کردمون یاری برسونه. دوست گرامی، ای کاش از دست من برمی اومد و میتونستم همه کار بکنم، ولی خب کار ما تلویزیونه، نه سازمان خیریه داریم نه امکانات مالی که بتونیم کمک کنیم. ولی بیگمان در ایران کسانی هستن که علاقه مندن، من مواردی بوده دیدم، و اگر گوش کردن صدای منو و صدای شما رو به من مراجعه بکنن. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. قربان، سلام عرض کردم جناب آقای دکتر نوری‌زاده. من به شخص به اتفاق اخوان دوستان همگی شیفته مرام، اون جذبه، اون شرافت، اون انسانیت، اون ادبیات، آقا هر چی بگم کم گفتم. کجای آخه آی دکتر، آخه این نمیشه که یه جایی کشور بگیره یه جایی کشور نگیره. آقا ما ارادتمندیم، مخلصیم، یا علی مدد، دوست داریم. آی دکتر تا کره میریم، یا علی مدد. سپاسگزارم هموطن عزیزم. یه جا میگیره یه جا نمیگیره، این از برکات ولایت فقیه، پارازیتایی که میدن. نمیدونم، دعا کنید این امکان برای اون باشه که روی ستلایت دیگه هم بریم. باور کنید خیلی تلاش کردم، از همون سال اول نشد دیگه. حالا نمیدونم، ببخشید. هموطن بعدی. سلام به جناب دکتر و خیلی ممنون از برنامه بسیار بسیار دلپذیر و روشنشون. در ضمن میخواستم به جناب دکتر بگم که خیلی خوشحالم ایشون رو سلامت ببینم. تا حدودی هم وزنشون رو آوردن پایین که باعث خوشحالی ماست و امیدواریم که در مسیر وطن پرستی موفق باشن و به آرزوی خودشون هرچی هست برسن. متشکرم. سپاسگزارم بانوی گرامی، ممنونم از لطفتون، از مهرتون. هموطن بعدی. سلام علیزه نویزاده. سلام آقای جاکیم. سلام برای همه کارکنان ایران فردا. دمت گرم که واقعا ایرانی، ایران الارض، دمت گرم. واقعا که نون پدر مادر، صفی پدر مادر نوخالیه. دمت گرم. اون رو تحریزا توی تلویزیون آمریکا نگاه میکردن، یارو سوس کردی. دمت گرم. بله، هموطنان من صدای آمریکا هم که میبینن اینجا میان و پاسخ میدن دربارش. ببینید، من خیلی ممنون میشم اگر باز دقت کنید موقع پیام گذاشتن این دهانه گوشی کمی فاصله داشته باشه با دهانتون، پیام ها مختصر باشه که بتونیم تعداد بیشتری پیام رو پخش بکنیم، که هدف واقعا این است که صدای شما در ایران فردا شنیده بشه. این برای من هدفه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همین جا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. بدرود.